وضعیت. اما در ایران همونطور که میدونیم ایران کشوری است خشک و همیشه دچار مشکل کم آبی بوده، اما چند سالی است که همان آب باریکه همیشگی هم رو به کاهش گذاشته. در هفته ها و ماه های گذشته وضعیت در بعضی شهرها زرد و قرمز اعلام شد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده آب چند هزار واحد مسکونی از مشترکان پرمصرف تهرانی را برای ساعاتی قطع خواهد کرد و هشدار داده که اگر نحوه مصرف این مشترکان تغییر نکند کارشان به مراجع قضایی کشیده خواهد شد. بحران آب در ایران چقدر جدی است و راه های خروج از آن کدام است؟ گزارشی از همکارم پناه فرهاد بهمن. شعار ناهماهنگ شماری از اهالی استان چهارمحال بختیاری. موضوع اعتراض به احداث تونل گلاب که قرار است آب زاینده رود را از این استان به استان اصفهان برساند. نگرانی از کمبود آب در ایران موضوع تازه‌ای نیست. فهرست مناطقی که از کمبود آب رنج می‌برند بلند است. کمبود آب حالا جنبه‌های عینی‌تری گرفته. حالا هم که بحث از قطع آب مشترکان پرمصرف و در مرحله بعدی کشاندن پایشان به مراجع قضایی است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته از همین شنبه آب آشامیدنی 3000 مشترک پرمصرفی که بیشتر از 50 متر مکعب در یک دور مصرف می‌کنند از 10 صبح تا 5 بعد از ظهر قطع خواهد شد. بخش قابل توجهی از این آب به درون استخر یا باغ و باغچه بالا شهری ها می ریزد. آب کارهای زیادی می کند که نبود و کمبودش فقط باعث تشنگی نمی شود. یکی از کارکردهای آب در پشت سدها چرخاندن توربین نیروگاه های برق است. معاون شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر امروز گفته همکنون حدود 1000 مگاوات از واحدهای نیروگاهی به دلیل کمبود آب قادر نیستند که با تمام ظرفیت خود کار کنند. به گفته عبدالرسول پیشاهنگ به عنوان مثال نیروگاه‌های اصفهان و همدان تنها به اندازه 20 تا 25 درصد ظرفیت خود می‌توانند برق تولید کنند. ایران وارد دوره خشکسالی کم سابقه ای شده. دوره بحرانی که حتی گفته شده در سالهای آینده می تواند ایران را به وضعیت کشورهایی مثل سودان و سومالی مبتلا کند. اینکه روزی دیگر آبی قابل آشامیدن در لوله ها نباشد برای بعضی ها مثل شوخی است و شاید روزی متوجه جدی بودن بحران شوند که دیگر خیلی دیر شده باشد. گزارش همکارم پناه فرهاد بهمن بود. در این بخش از برنامه دو مهمان جدید به ما پیوستند، آقایان ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ که از شهر برگن با ماست و همینطور سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست که از تورنتو ما رو در طول برنامه همراهی خواهد کرد. از هر دو مهمان برنامه بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتند. آقای کرمی، ماجرای بحران کم آبی در ایران، فکر میکنید که واقعا راهی برای جلوگیری از این بحران وجود داره یا اینکه نه وقوع اون رو باید حتمی دانست؟ بستگی داره به اینکه ما راه رو چطور ببینیم. یعنی ما قطعا راه تکنیکی و فنی وجود داره. راهش این است که ما از همین الان بهره برداری از آب‌های زیرزمینی رو متوقف کنیم. یعنی ما، من یک مثال باید قبلش برگردم یک عددی رو بگم خدمتتون، ما در عرض 30 سال 70% آب‌های زیرزمینی رو که 100,000 سال طول کشیده اون زیر جمع شدن رو مصرف کردیم. 30% باقی مونده. با این روند موجود که داره پیش میره ما مثلا میتونیم تو 3-4 یا 5 سال آینده همینا رو هم مصرف کنیم. همین الان هم تا این 70% که استفاده شده باعث شده که نیمی از دشت‌های ایران اصطلاحاً کشته بشن. یعنی فرایند بیابانزایی این است که سرزمین زادآوری زیستیش به حداقل برسه تو نیمی از دشت‌های ایران رخ بده. الان صورت مسئله اینه که ما برای مهار اثرات این خشکسالی، این که در سال‌های آینده نه خیلی دور، همین 4 سال 3 سال 2 سال آینده دوچار جنگ نواحی بر سر آب نشیم، تشنه نمونه ایران، ما باید بهره برداری از آب‌های زیرزمینی رو متوقف کنیم. یعنی فقط استفاده از آب رو منحصر کنیم به آب‌هایی که آب‌های جاری است، آب‌هایی که حاصل نزولات جوی جدید است. ما فقط اونا رو باید مصرف کنیم. الان اونا رو باید ذخیره کنیم برای سال‌های آینده که بارش کمتر میشه و نیاز به آب بیشتر. آقای خسروی، وقتی میگیم بحران کم آبی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی ما صحبت از چه ابعاد کم آبی داریم میکنیم در ایران؟ فکر میکنم این بار مسئله کم آبی جدیتر از هر وقت دیگه است. شما میبینید که حتی مقام های رسمی جمهوری اسلامی هم وقتی که بحث کم آبی میشه
به شدت به این مسئله در واقع ابراز نگرانی میکنن. همیشه مقام های رسمی درباره مسائل ایران خیلی ابراز نگرانی نمیکنن. آمارها معمولا کمتر از آمارهای در واقع واقعی هست. در نتیجه اگر ما فقط به گفته مثلا آقای عیسی کلانتری استناد کنیم و یا به گفته نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار که مقام های رسمی هستن استناد کنیم، متوجه میشیم که عمق فاجعه فراتر از تصور ماست. ما یک خوشسالی طولانی مدت رو پیش رو خواهیم داشت و به زودی ایران یک چهره به خود خواهد گرفت شبیه آنچه که شاید در چاد یا سومالی هست. آقای کرمی، اشاره میکنید به این که صرفا باید به آبهای جاری بسنده کرد، یعنی از سفره‌های زیرزمینی استفاده نکرد. آیا این آبهای جاری واقعا کفاف مخارج ایران رو خواهد داد، یعنی شهرهایی که حالا هستن یا کشاورزی و مصارف دیگر؟ نکته همینجاست. چون ما که ما میگیم آبهای زیرزمینی مصرفش رو متوقف کنیم، این به معنی این است که ما باید صدها هزار هکتار زمین، خیلی اراضی بسیار وسیع رو الان از کشت خارج بکنیم. تعریف دیگه اون طالب مشخص‌تر این که ما میگیم آبهای زیرزمینی رو متوقف کنیم، یعنی چاهای غیر مجاز رو الان ما باید تعطیل کنیم، ببندیم چاهای غیر مجاز. یک چیزی حدود مثلا بیشتر از 500 هزار، یعنی آمارها متفاوته، 650 هزار تا هم گفته میشه چاه هست که باید تعطیل شه الان که آبهای زیرزمینی ذخیره بشه برای 3-4 سال آینده. اما هر کدوم از این چاه‌ها الان مشکل اینجا، یعنی دقیقاً به اینجاست که ما دیگه به مشکل برمی‌خوریم. هر کدوم از این چاه‌ها حداقل یک خانواده و بعضاً تا چندین خانواده رو دارن، معیشت اون خانواده رو دارن تأمین میکنن. این به معنی اینه که ما صدها هزار فرصت شغلی رو دولت باید آمادگیشو داشته باشه که تعطیل بکنه. اما خب حالا بحث اینه که دولت میتونه صدها هزار شغل رو الان تعطیل بکنه. نکته اینه که اینجا که به اینجا که میرسیم، متوجه میشیم که چرا دولت با وجودی که کاملا آگاه هست از این مشکلی که وجود داره، چرا منفعل عمل میکنه. چرا ما که پای بحث جدی میشه که خب حالا ما شروع کنیم مهار خوشسالی رو، یک برنامه ملی، یک عزم ملی برای مهار خوشسالی داشته باشیم، مهار کم آبی، ناگهان خاموش میشه دولت و به جای اون حرف کلی زده میشه فرهنگ سازی مردم مثلا کمتر، در حالی که اصلا ارتباطی با اصلا با مردم نداره. یعنی الان دیگه تو این مرحله مصرف کمتر مردم اصلا تأثیری تو این ماجرا نخواهد داشت، چون کل مصرف آب شرب شهری 2% مصرف آب تو ایرانه. حالا شما اصلا مردم نصف هم که مصرف کنیم 2% میشه 1% دیگه. اینا مشکل بزرگتر این است که طبیعت ایران رو بلیده، داره کشاورزی ایران رو میبله و 2-3 سال آینده میاد سراغ شهرها و مصرف شهری. ما متاسفانه چون در ایران سرمایه اجتماعی، اینجا نشون میده که سرمایه اجتماعی در ایران چقدر محو شده اصلا. یعنی ما این فرایند از 15 سال پیش الان درست 17 ساله که متوسط بارش در ایران زیر نرماله. تو تمام این 17 سال یکی یکی زیستگاه‌های طبیعی، چشمه‌اندازهای طبیعی ایران شروع کردن به نابود شدن. الان مردم فقط یه دونه رودخانه زاینده رود رو میگن، یه دونه نمیدونم دریاچه ارومیه رو میگن، ولی ما دشت داشتیم با همون اهمیت. اما چون ما تشکل‌های زیست محیطی نداشتیم که این رو پیگیری و مطالبه بکنه و متاسفانه رسانه‌های آزادی که مسئولانه‌تر به این موضوع برخورد بکنن، در غیاب سرمایه اجتماعی این تا نابودی 90% طبیعت ایران پیش اومده. و من خوشبین نیستم، یعنی خود شما هم شاید با من موافق باشید آقای پرپنچی، دولت آقای روحانی آمادگی و ابزار و توان لازم برای تعطیلی صدها هزار شغل و به تبع اون گزینی صدها هزار شغل به جای اینها رو نداره. یعنی نه مشارکت ملی الان آمادگی هست که کمک بکنه با آقای روحانی. ولی جناب کرمی، مسئله اینجاست که کدام دولت فکر میکنید واقعا میتونه چون این ریسکی رو بکنه؟ حالا من همین پرسش رو از آقای خسروی بپرسم که جناب خسروی، راه حلی که حالا ارائه داده میشه اینه که مثلا 500,000 چاه عمیق متوقف بشه، همین امروز درش رو ببندن و اجازه ندن که آب از اون بیاد بیرون. این راه حل لزوماً مشخص نیست که در چه مدت زمانی در آینده بتونه جواب بده و اصلا آیا این که جواب خواهد داد یا نه، ولی کدوم دولت میتونه که در واقع این راه حل نسیه رو آزمون بکنه ولی نقدن چند صد هزار شغل رو از دست بده؟
فاجعه من میخوام بهتون عرض کنم که خیلی بازبسیتر از این چیزیست که ما داریم تصور میکنیم راجع به صحبت میکنیم. من حتی میخوام از گفته آقای کرمی هم پیشتر برم و عرض کنم که ما از آبهای سطحیمون هم نباید برای کشاورزی استفاده کنیم. میدونید کشاورزی بارها هم خبرش منتشر شده که بیش از 90% آبهای ایران رو مصرف میکنه میبله، کشاورزی کم بازدهی که تقریبا هیچ سودی برای ما نداره. در نتیجه ما باید خیلی به قول معروف کمربندام رو خیلی سفت ببندیم و منتظر گذر این بحران باشیم. فکر میکنم که مسئلهی که اشاره کردی در ارتباط با محدود کردن استفاده از آب‌های زیرزمینی به خصوص و محدود کردن استفاده از چاه‌های غیر مجاز باز به طور مشخص با دولت آقای روحانی که البته من هم با آقای کرمی موافقم که نمیتونه این کارو بکنه و هیچ دولت دیگری در نظام جمهوری اسلامی فکر نمیکنم بتونه این کارو بکنه، چون این کار نیازمند حمایت همه جانبه مردمه و تا وقتی پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی نسبت به این قضیه نباشه از این بحران گذر نخواهیم کرد و متاسفانه دود این اتفاق به چشم خود مردم و به چشم ساکنان داخل ایران خواهد رفت به زودی. بنابراین شما فقط تصور بکنید که از ابتدای انقلاب تا امروز بیش از 500 سد ساخته شده. آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران هست که 647 سد در حال حاضر در حال بهره برداری است، 146 سد در حال احداث و 537 سد دیگر در حال مطالعه. بنابراین ایران در طول این 30 سال تلاش کرده که آب رو مهار کنه، تلاش کرده که آب بیشتری به خصوص در بخش کشاورزی مصرف کنه، اما میبینیم که ایران داره روز به روز تشنه تر میشه و به مرزی میرسه که دیگه ما بیابانی شدن مطلق رو تجربه خواهیم کرد. بنابراین من هم معتقدم که نه تنها دولت آقای روحانی که تقریبا هیچ دولت دیگری که پشتوانه مردمی نداشته باشه نخواهد توانست از این بحران به سلامت گذر بکنه. آقای کرمی، از نظر فنی این اتفاقی که افتاده یا داره میفته برگشت ناپذیر هست یا اینکه در واقع یه سرنوشت محتومه؟ حالا چون هم شما اشاره کردید هم جناب خسروی که بحث خشک شدن ایران، حالا خشک شدن کاملش بگن، خشک همیشه بوده و هر بخش بزرگی از ایران کبیر هست، الان دریاچه هایی که دارن خشک میشن یا شدن، رودخانه هایی که خشک شدن یا رو به خشکی هستن، ما شما گفتید 17 سال ایران به هر حال نزول باران و ماجراهای دیگر برف کم بوده، ولی آیا چشم‌اندازی هست که این اتفاق برگشت پذیر باشه؟ مثلا 50 سال دیگه احیانا وضعیت برگرده به حالتی که 30 سال پیش بوده، 40 سال پیش بوده؟ ببینید متاسفانه و دوره‌های اقلیمی که در ایران رخ میده ما یک مرور بکنیم، اینجور وضعیت‌های برگشت ناپذیر در ایران خیلی سابقه داره. ما اساساً قربانی تغییر اقلیم از کشور ما، یعنی ما اینکه 2500 سال پیش مثلا ما شرایط تاریخیمون اونجوری بوده، شرایط مدنیمون اونجوری بوده، نمیدونم بیمه خدمات اجتماعی اون موقع کاملتر بوده مثلا از الان، خب ما که به دانش پالوکلیمارتولوژی مراجعه میکنیم میبینیم اون موقع شرایط اقلیمی ایران کاملا متفاوت بوده. یعنی قطعا سیستان، فارس، خوزستان، جایی مثل کرمان اینا از نظر اقلیمی متفاوت بوده، اما اونها دچار خوشسالی برگشت ناپذیر شدن. یعنی شما یک زمانی سیستان انبار گندم بوده، خب الان نیست دیگه، یعنی کاملا جغرافیای اونجا تغییر کرده. این خوشسالی که در ایران داره رخ میده اصطلاحا خوشسالی دورانیه، یعنی خوشسالی نیست که مثلا هر 30 سال یک بار به طور معمول تو ایران رخ میده یا هر 90 سال، شاید هر 300 سال یک بار رخ میده. اما همین اگر ما آب‌های زیرزمینیمون رو نمی اومدیم 70 درصدش رو در 30 سال مصرف بکنیم، یعنی آبهایی که مال نسل‌های آینده بوده، هزاران سال آینده نمی‌دونم، کره زمین قراره 4 میلیارد سال دیگه عمر کنه، این کشور هم قراره 4 میلیارد سال دیگه عمر کنه، برای این آبها قرار بوده 4 میلیارد سال استفاده بشه، تو 30 سال همش استفاده شده. حالا ما یک همچین تغییر و با رفتار شدیدی رو با سرزمین روا داشتیم، نتیجهش این میشه که قطعاً در دوره‌های 30 سال 40 سال دیگه ما بارش نرمال خواهیم داشت در ایران دوباره، ولی قطعاً بخش‌های بزرگی از سرزمین ایران به طور کامل زادآوری زیستی خودش رو دیگه به صورت برگشت‌ناپذیری از دست خواهد داد و بسیار بسیار به مساحت بیابان‌های ایران
افزوده خواهد شد. به جرات میتونم بگم که اساسا چشمانداز ایران تغییر خواهد کرد. آقای خسروی، منصفانه بخوایم نگاه بکنیم واقعا چقدر از این اتفاقی که افتاده محصول به هر حال تغییر تحولات جوی هست که در کنترل هیچ کس نیست و چه بخشش رو برنامه‌هایی که دولت در 30 سال گذشته داشته موجب شده، حالا نهضت سدسازی، داستان‌های دیگر؟ بله، عرض کنم که من فکر می‌کنم نمی‌تونیم از ایران توقع داشته باشیم که سرزمین پربارانی باشه. ما میدونیم که ایران سرزمین خشکه، متوسط بارندگی کمتر از متوسط جهانی است. در واقع ما با یک اقلیم خشک روبرو هستیم و انتظاری غیر از خشکسالی و خشک بودن نداریم. من فکر میکنم که باید بخش عمده این موضوع رو به جای اینکه چشممون رو به طرف آسمان بگیریم و فکر کنیم که در واقع مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی ما رو به اینجا کشونده، بیشتر به سمت مدیریت نابسامان منابع آب ببریم. من در این ارتباط اشاره بکنم به گفته آقای رضا مکنون. ایشون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار هستن، استاد دانشگاه هستن و سابقه مدیریتی دارن در نظام جمهوری اسلامی. فرمودن که چگونه اسرائیل میتواند با پتانسیل آبی 1,200,000 متر مکعبی خود در سال نیاز 7,000,000 نفر را درون مرزهای فلسطین اشغالی تامین کند. هر روز 12 هواپیمای باری میوه به اتحادیه اروپا صادر کند، اما ما در حوزه آبخیز ارومیه با حدود 7,000,000,000 متر مکعب آب در حال 7,000,000,000 متر مکعب آب در سال نه تنها نتوانستیم نیاز 5,000,000 نفر را برآورده کنیم، بلکه منطقه را به سمت بحران زیست محیطی بردیم. این در واقع در ارتباط هست فقط با حوزه آبخیز دریاچه ارومیه و کسی داره این حرف رو میزنه که دقیقاً میدونه که چه اتفاقی داره در بر سر منابع آب ما میفته. بنابراین من فکر میکنم بخش عمده گرفتاری هایی که ما امروز باش دست به گریبان هستیم عدم مدیریت صحیح منابع آب هست، چه آبهای زیرزمینی و چه آبهای سطحی، که برای به خصوص برای کشاورزی بی بازده و یا بهتر بگم کم بازده تمام سرمایه های طبیعیمون رو داریم براش مصرف میکنیم و عاقبت هم فکر میکنم چیزی نصیبمون نخواهد شد جز خشکسالی و جز بیابانی تر شدن و جز فشار بیشتر به مردمی که در داخل مرزهای ایران ساکن هستن. آقای کرمی، از نظر جغرافیایی ایران به هر حال کشوری است بزرگ، لزوماً همه جاش هم به لحاظ اقلیمی مثل هم نیست. این اتفاقی که احیاناً اگر بیفته، حالا پیش بینی شما، در کجاها واقعاً مخاطره بیشتری هست و در کجاها احیاناً آیا مسئولیتی ممکنه وجود داشته باشه؟ ما در جنوب البرز و شرق زاگرس، یعنی ما یک قطاع جمعیتی داریم در ایران. این شما مشهد رو با یک خط بس کنید به تبریز، تبریز رو با یک خط بس کنید به آبادان. 80% جمعیت ایران همین الان هم روی این قطاع مستقره. از این قطاع که ما به سمت جنوب شرق بریم که میشه کل جنوب البرز، یعنی از سمنان و خراسان تا بیاد پایین و بعد یزد و کرمان و اصفهان و فارس و هرمزگان، سیستان و بلوچستان و که میشه غرب شرق زاگرس، شرق زاگرس جنوب البرز. این قابل پیش بینی است که سراسر این سرزمین یا به بیابان مطلق تبدیل بشه، یا اگر الان بیابان مطلق، ما یک چرخه داریم از نیمه خشک به خشک، از بیابان به بیابان مطلق، این تقریبا همش به سمت بیابان مطلق پیش خواهد رفت، یعنی جایی که زادآوری زیستی توش حداقل ممکنه. آقای کرمی، در حد اکثر 30 سال آینده، در حد اکثر 30 سال آینده، ولی از همین الان اون بخشایی که مربوط به زیستگاه های طبیعی اون شروع شده. یعنی ما خیلی جاها استان فارس، اصلا الان شما توی مناطق طبیعی استان فارس میرید، حتی با 10 سال پیش خودش هم قابل مقایسه نیست. اصلا استان فارس الان استانی نیست که 20 سال 30 سال پیش شعر میگفتن، ترانه میگفتن، بهار شیراز، نمیدونم چه، اصلا بهار شیراز الان با بهار سودان هیچ فرقی دیگه الان نداره. شما توی طبیعت شیراز که میرید، یعنی کلا توی این عرصه شروع شده و همین که شما میرید تمام دریاچه ها اونجا خوش شده. و اینکه آره، اشتباهی که طرفدارای متزیس میکنن که ما 90% حیات وحش رو توی همین 30-40 سال از دست دادیم، مال خوشسالیه، مال شکار نیست که. یعنی اینکه حالا شما میرید توی طبیعت، حالا شکارچی ها آوها رو میزنن دیگه، عقرب و روتیل و شغال و دادم روبا هم باقی نمونده الان توی طبیعت به خاطر همین پروسه خوشسالی. اما در این حال
در غرب زاگرس، یعنی مثلا جایی مثل خوزستان، ایلام، لرستان، اینها هم یک سیر قهقرا خواهند داشت که این الان شده، یعنی شما کل جنگل های زاگرس الان به حد اکثر درخزار تبدیل شده، یعنی ما دیگه در زاگرس جنگل نداریم، مثلا درخزارها تبدیل میشن بوتزار، بوتزار تبدیل میشه مرتع، مرتع تبدیل میشه به بیابان. این ور هم این پروسه رو خواهد داشت کمتر. در این حال حتی اثر این روی جای مثل گیلان، مازندران، البته اونجا بیابان نخواهد شد، مگر اینکه ما شرق منطقه، یعنی استان گلستان، چرا اونجا هم فرآیند بیابان‌زایی خواهیم داشت، ولی در گلستان و مازندران هم تغییرات محیطی با تغییر چشم‌انداز به صورت نسبی خواهد شد. اما همچنان که عرض کردم، شما جنوب البرز و شرق زاگرس بیشترین تاثیر رو خواهد گرفت. آقای خسروی، خیلی فرصت کمی داریم، خوشحالی که مرز نمیشناسه، در کشورهای همسایه ایران چه اتفاقی داره میفته؟ عراق، پاکستان، افغانستان، آیا اینها هم در همین مسیر در حرکت هستند؟ فکر میکنم این اتفاق داره میفته، ولی وقتی که شما به آمارهای فاو توجه بکنید، متوجه میشید که مثلا راندمان آبیاری در کشوری مثل پاکستان خیلی بیش از ایرانه، یا حتی در کل حوزه خاورمیانه لیبی از ما راندمان آبیاری حتی بیشتره، حتی مصر از ما راندمان آبیاری در حوزه کشاورزی خیلی بیشتر است و ما در ته این جدول قرار داریم. بنابراین کشورهای دور و بر از حالا، از قبل از ما در واقع به این فکر افتادن که آب موضوع بسیار با اهمیتی، باید آب رو حفاظت کنن. ما فقط من یک نکته رو اشاره کنم، اضافه کنم در واقع به صحبت آقای کرمی، ما سالانه بر اساس آمار سازمان فاو کاربار جهانی 125 هزار هکتار از مساحت جنگل هامون داره کاهش پیدا میکنن، یعنی در واقع چیزی در حدود مساحت شهر رشت، و داریم در حدود 800 هزار هکتار مرتع از دست میدیم، یعنی یه چیزی در حدود دو برابر مساحت شهر سالی. بله. و این اتفاقات به اضافه در واقع مسائل کم‌آبی که صحبت شد، باعث میشه که دیگه سرزمین قابل سکونتی حداقل کشور ما نباشه. بسیار بسیار متشکرم، سام خسروی فرد در تورنتو و ناصر کرمی در برگن، بسیار ممنونم که با ما بودید و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس هست. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق ایمیل در وبسایت، همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات یا انتقادات شما رو حتما بشنویم. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.